در روز اول ذی‌الحجه سال دوم هجری اتفاق مهمی در تاریخ شیعیان رخ داد و حضرت علی علیه السلام با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توسط حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بنابر وحی الهی به ازدواج هم درآمدند، ازدواجی که از ابتدا تا انتهای آن برای تاریخ بشر و به خصوص جوانان درس آموز است. اما متاسفانه سال هاست مسئله ازدواج به یک معضله اجتماعی تبدیل شده و مسائل اقتصادی و سختگیری های والدین و جوانان از جمله علل و عوامل تأخیر در مسیر ازدواج شده است. آمارها و ارقام رسمی منتشر شده در خصوص کاهش و تأخیر در ازدواج و افزایش طلاق نگران کننده شده و در این زمینه اندیشمندان دینی و جامعه شناسان و روانشناسان پیرامون ریشه های این معضل مطالب بسیاری نگاشته و برای برون رفت از آن راهکارهای گوناگونی پیشنهاد کردند. گزارش علی اکبری را با هم ببینیم. بر اساس منابع حدیثی پیش از امیرالمومنین علی علیه السلام افراد دیگری از حضرت فاطمه سلام الله علیها خواستگاری کرده بودند. پیامبر در پاسخ آنان می گفت که ازدواج فاطمه به دست خداست. خطبه عقد علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها را پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خواند. بنابر نظر مشهور مهریه حضرت زهرا 500 درهم معادل 1500 گرم نقره خالص ذکر شده که این مبلغ مهر سنه خوانده می شود. ازدواج امیرالمومنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها بنابر نقل تاریخ در کمال سادگی برگزار شد و حضرت علی علیه السلام به امر رسول خدا برای تأمین نیازهای اولیه یک زندگی ساده زره رزم خیش را فروخت و پول آن را تقدیم حضرت رسول صلی الله علیه و آله کرد. بلال هم با آن پول جهیزیه‌ای بسیار ساده برای تدارک یک زندگی نوپا و بدون تشریفات از بازار خریداری نمود. ولیمه آن ازدواج هم بسیار با پذیرایی ساده و با حضور انصار و مهاجران انجام شد. جامعه شناسان ازدواج های دیر هنگام و طلاق هایی که امروز به وفور در جامعه به چشم می خورد را ماحصل آسیب های اجتماعی، ناآگاهی جوانان و خانواده ها و کمکاری نهادهای تربیتی و آموزشی ارزیابی می کنند. برخی از صاحب نظران اجتماعی هم معتقدند جوانان امروز به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میل چندانی به ازدواج ندارند و متاسفانه ارتباط‌های زودگذر و آسیب زننده‌ای جایگزین آن شده که دود ناشی از آن به چشم ارتباط پایدار آنان در سنین بالاتر می‌رود. اما اندیشمندان دینی تأکید دارند که اسلام به ازدواج آسان تأکید نموده، همان گونه که در ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا علیه السلام شاهد آن بوده ایم. بر اساس دیدگاه برخی از مشاوران خانواده، سختگیری در انتخاب همسر بسیار ضروری و لازم است و نبود آن باعث ایجاد مشکلات و دردسرهایی بزرگ برای فرد می شود که گاهی برای رهایی از آنها چاره ای جز طلاق و جدایی باقی نمی ماند. برخی از روانشناسان هم معتقدند که سختگیری های بی مورد که بعضی اوقات فرد را پس از مدتی از ازدواج بیزار می کند و یا موجب تأخیر در ازدواج برای چند سال می شود و همچنین سختگیری هایی که ناشی از یک دست تفکرات ایدئال و آرمانی و دور از واقعیت و به شکل تخیلی باشد بسیار ناشایست است که انسان باید از آن دوری گزیند. بر اساس دیدگاه تحلیلگران اجتماعی، یکی از پیامدهای مهم سختگیری افراطی در زمینه انتخاب همسر، تأخیر افتادن در کار ازدواج و گاهی هم منصرف شدن شخص از ازدواج و تشکیل خانواده است. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش خود از وضعیت نرخ ازدواج در این کشور نوشت:
روند تحولات شاخصهای ازدواج به گونه ای است که نرخ ازدواج با کاهش و میانگین سن ازدواج با افزایش روبرو است. آنطور که این گزارش نشان می دهد، عمده دلایل کاهش نرخ ازدواج اقتصادی است. بر اساس این گزارش، بالا بودن هزینه های آغاز زندگی، هزینه بالای مسکن، بیکاری و عدم اشتغال جوانان و پیدا نکردن گزینه مناسب ازدواج در سه اولویت اول عدم ازدواج به هنگام جوانان قرار دارد. خبرگزاری دولتی ایران هم با انتشار آماری اعلام کرده که بیش از 45% از ازدواج ها در ایران ناموفق است. خبرگزاری ایرنا با انتشار گزارشی از میزان مجموع ازدواج ها در این کشور در تابستان 1400 با اشاره به ثبت 134208 مورد ازدواج از کاهش ثبت ازدواج خبر داده است. این خبرگزاری با مقایسه این رقم با میزان ثبت شده در فاصله سالهای 1390 تا 1399 میگوید که تعداد ازدواج ها روندی کاهشی داشته و این رقم بیش از 36% افت نشان می دهد. این در حالی است که این گزارش می افزاید از هر سه ازدواج در سال 1400 یک مورد به طلاق منجر شده است. بر اساس این گزارش حدود 80% طلاق ها نیز توافقی در دفاتر رسمی ثبت می شود. بر اساس آمار حدود 13 میلیون مجرد در کشور ایران وجود دارد. در کنار این 13 میلیون مجرد که به دلایل اقتصادی قادر به ازدواج نیستند، هر روز 504 طلاق به ثبت می رسد. برخی نهادهای دولتی برای جلوگیری از افزایش آمار طلاق سامانه تصمیم را راه اندازی کردند. متولیان این سامانه مدعی هستند که این سامانه باعث کاهش آمار طلاق شده است. اما رئیس کانون دفترداران ازدواج و طلاق نظر دیگری دارد. این کاهش میزان ازدواج است که موجب روند نزولی آمار طلاق شده است. چرا که تنها در 6 ماه نخست امسال 80,000 طلاق در ایران به ثبت رسیده است. بر اساس تحلیل برخی از متخصصان اجتماعی و اقتصادی، اقتصاد بیمار، بیکاری و یا از دست دادن شغل از عوامل مشکل ساز برای ازدواج جوانان محسوب می شود. از سوی دیگر، برخی خانواده ها به زعم خود برای دوام زندگی مشترک دختران خود تقاضای مهریه های سنگین می کنند که با گرانی نجومی سکه در این مدت حتی همان تعداد سکه ها هم بهانه ای شده برای جدایی یا در نهایت زندانی شدن مردان جوانی که طبعا توانایی پرداخت مهریه را ندارند. علی اکبری، اخبار شیعه. دکتر سید حبیب نبوی، دینپژوه و استاد دانشگاه از تهران با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر. در خدمتتون هستم با کمال ارادت. ممنون، زنده باشید. آیا سیره رسول خدا و امیرالمومنین علیهما السلام برای ازدواج آسان در جامعه امروز بشری همچنان قابل اجراست؟ اگر مفهوم حقیقی سیره نبوی شریف و سیره علوی رو خوب استنباط کنیم، مطمئناً با توجه به مصادیق تازه روح سیره نبوی و روح سیره علوی با مصادیق نوینی که در جامعه می شود اون مصادیق رو در نظر گرفت، همچنان همیشه قابل تحقق هست، همیشه راهگشا خواهد بود، مگر اینکه ما توجه به مفهوم حقیقی سیره آن بزرگواران رو خوب درک کرده باشیم. روح سیره اونها با واقعیت‌های عینی که در جامعه در هر زمان در هر مقطع با
قابل انطباق است، این آسانی و سهولت با اون واقعیت ها، توجه اون اراده سهولت در سیره اونها با واقعیت های عینی اون دوره به هر حال امر محققی بود. اکنون هم اگر بخواهیم همون نظر و همون اراده آسان شدن و سهولت ازدواج رو در جامعه کنونی دنبال بکنیم، باید مصادیق تازه رو با آن روح سهولت و اراده تسهیل در نظر بگیریم، ببینیم که مکانیزم تحقق این موضوع چگونه خواهد بود. ما احتیاج داریم به این که جامعه رو، زمان رو، مقتضیات رو خوب بشناسیم. وقتی که مقتضیات رو به درستی شناسایی کردیم، اون روح سیره علوی و اقتضای سیره نبوی رو با واقعیت‌های عینی جامعه درک کنیم و انطباق ببخشیم، یقیناً این راه سهولت خواهد شد. بله، دلایل پرهیز جوانان برای تشکیل زندگی و ازدواج چیه؟ دلایل مختلفی میتونه باشه که یکی از اون موارد میتواند موضوع اقتصاد باشه، یعنی اون اراده راسخ و اقتضای در حقیقت پیوند بین مرد و زن اگر اراده جدی باشد. مسلماً مسئله اقتصاد به تنهایی مانع پیوندها و مانع زناشویی ها نخواهد بود. اگر امروز چندین امر به عنوان مانع به حساب میان، اون اراده راسخ ازدواج بین جوانان نیست. شاید عمده‌ترین دلیلش این باشد که به هر حال رابطه بصری یا رابطه عملی یا انواع ارتباطهایی که نه به معنای نامشروع بودن، ارتباط به طور سهل و آسانی که بین دختران و پسران و زنان و مردان به طور کلی وجود داره، این قضیه اون انگیزه جدی پیوند به نام زناشویی رو به نظر من سست میکند. وقتی اون اراده اصلی نباشه، مسائل دیگر میتواند مثل مسکن و چیزهای دیگر عمده بشود، در حالی که اقتصاد مهمه. اما موضوع ازدواج همیشه بالای استراری که اقتصاد و مسائل معیشتی تعیین میکرد، حدت و شدت تعلق پیوند زناشویی همیشه بالاتر از اون بوده. هیچ وقت موضوع اقتصاد در گذشته ها علارغم فقری که بر جوامع حاکم بوده، مانع ازدواج در گذشته های دور هرگز نبوده. دلایل دیگری وجود دارد که اینها این رغبت رو ندارن. بعد اولویت های دیگری هم در زندگی ها پیدا شده. اون اولویت ها مثل مثلا تحصیل، مثل موفقیت هایی که در ساحت های مختلف این موفقیت ها مطرحه، اینا اولویت هایی هستن که اولویت ازدواج رو در حقیقت از اون اعتبار، از اون پایگاه پایین می آورن. در گذشته شاید برای یک دختر وقتی گفته می شد خانه بخت، تنها بخت یک دختر این بود که به خانه شوهر برود. ولی امروز به قدری گزینه ها، انتخاب ها، چشمنداز ها، موارد مختلفی پیش روی او هست که خانه ازدواج، خانه شوهر، زناشویی اون اولویتی به حساب نمیاد که اونجا را خانه بخت به حساب بیاورد. همچنین برای آقایون به قدری تنوع در زندگی که اینها احساسات انسانها را به خود مشغول میکند، میلها رو به خود میکشد، موضوع ازدواج مثل اولویتهای دوران ائمه معصومین علیهم السلام، دورانهای گذشته، مثل اون زمان از اولویت اینچنینی برخوردار نیست. به هر حال دلایلی که این موضوع رو سست‌تر می‌کند، چه بسا که دلایل قابل انکار که نیست هیچ، بلکه مستحسن و پسندیده هم باشه، مثل طلب دانش در مراتب عالی، موفقیت‌های عالی که اینها هر کدوم انقدر
توفیقاتی رو برای انسان ها رقم میزنن که موضوع ازدواج از اون حدت و از اون اولویتی که در گذشته بوده طبیعتاً مرتبه خودش رو پایین تر می آورد. بله جناب دکتر، راهکارهای مناسب برای تشکیل یک زندگی و ازدواج با بهرهگیری از سیره بزرگان دین و آموزه‌های علمی از نظر شما چیه؟ بفرمایید. از شبت که به نظر من باید فرهنگ شایسته و بایسته تشکیل یک خانواده رو نهادهای فرهنگی، شخصیتهای فرهنگی و پایگاه‌های مقبول جامعه خوب بتونن تبیین بکنن. یعنی ازدواج به عنوان یک امر اضطراری مطرح نباشد که دیگه نمیتونه مطرح باشه، به عنوان یک امر بالغ مورد توجه قرار بگیره که این بر عهده شخصیت‌های فرهنگی یا نهادهای فرهنگی یا رسانه‌هایی که کار به هر حال اجتماعی و فرهنگی مهمی رو عهده‌دار هستن، اینها بتونن نقش خودشون رو در ترغیب به ازدواج با ظرفیت‌ها و حساسیت‌ها و کشش‌های جامعه با سنجیدگی مخصوصی مطرح بکنن تا ازدواج به عنوان یک امر بالغ و مبتنی بر یک اراده شاخص، بر یک اراده فاخر مطرح بشه. امروز اگر ازدواج رو مثل گذشته اگر احساس بکنیم بگیم که من تزوج فقط احرز نصف دینه فلیتق الله فی الیوم الاخر، این موارد فی الیوم الاخر، این موارد شاید موارد مؤثری برای طبقه جوان امروز نباشه. یعنی اینها با ازدواج نکردن احساس نمی کنن که به گناه کشیده می شوند، چون اشتغال هایی که غیر از موضوع گناه هست به قدری در پیش روی اینها هست که اینها می تونن به امور مستحسن و پسندیده مبادرت کنن، گناه هم نکنن، ازدواج هم نکنن. بنابراین اگر ازدواج قرار باشه مورد توجه قرار بگیره به عنوان یک اراده شامخ و فاخر و پسندیده و ارزشمند، باید بتونه از سوی رسانه‌های فرهنگی، از سوی در حقیقت شخصیت‌های مقبول فرهنگی این خوب تبیین بشه، یک جوان احساس بکنه که کار بزرگی داره انجام میده، یک کار عالی داره انجام میده، برای او می شود یک اعتباری قائل شد، شأنی از شؤون عالی انسانی به حساب میاد. از این اراده فاخر و پسندیده یک انسان مورد توجه و مطمح نظر قرار بگیره، شاید اقبال ازدواج توجه به این موضوع بهتر باشه. بله خیلی ممنون. دکتر سید حبیب نبوی، دینپژوه و استاد دانشگاه از تهران با ما همراه بودند.